بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با رئیس جمهوری روسیه از متحدین نظامی و اقتصادی ایران و گسترش نفوذ سیاسی و همچنین ایجاد پایگاه نظامی دائم ایران در خاک سوریه ابراز نگرانی کرد. ایران و روسیه از زمان شروع جنگ داخلی در سوریه از حامیان سرسخت دولت بشار اسد بودند. گزارشی از یگانه ارسپاران. بنیامین نتانیاهو در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از نگرانی این کشور یهود از ریشه دواندن توان نظامی و گسترش نفوذ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سوریه سخن گفت. مسکو و تهران در همکاری تنگاتنگ با یکدیگر توانستند که به ماندگاری دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به رغم 6 سال جنگ داخلی که شامل مبارزه با گروه‌های تروریستی مانند داعش نیز می‌شود کمک کنند. آقای رئیس جمهور، با مشارکت یکدیگر در حال شکست داعش هستیم که امری بی‌نهایت مهم است، اما با شکست تدریجی داعش ما شاهد پر شدن خلأ آن توسط ایران هستیم. ایران در مسیر کنترل کامل عراق و یمن است، یعنی مانند آنچه در مقیاس کاملتری در لبنان شاهد آن هستیم. ما حتی یک لحظه هم نمیتوانیم تهدیدات روزمره ایران مبنی بر نابودی اسرائیل را فراموش کنیم. ایران حامی مالی و پایه‌گذار سازمان‌های تروریستی است. نخست وزیر اسرائیل که یکی از سرسخت‌ترین مخالفین توافق اتمی ایران با جامعه جهانی موسوم به برجام بوده و هست، یک روز پیش از سفرش به شهر بندری سوچی برای دیدار با آقای پوتین به مردم اسرائیل درباره حیاتی بودن این دیدار گزارش کوتاه داد. من فردا برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عازم مسکو هستم. رئیس موساد و رئیس امنیت ملی مرا همراهی خواهند کرد. من درباره تلاش‌های فزاینده ایران برای ایجاد پایگاه دائم نظامی در سوریه گفتگو خواهم کرد. این به معنی این است که تجاوزات ایران پس از برجام کاهش نیافته، بلکه به معضلی برای اسرائیل، تمامی کشورهای خاورمیانه و جهان تبدیل شده است. مقامات تل‌آویو بارها اعلام کرده بودند که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند که هیچ گونه حضور نظامی ایران در سوریه را برتابند. جنگنده‌های اسرائیل بارها به اهدافی در خاک سوریه حمله کرده که به گفته مقام‌های تل‌آویو یا انبار تسلیحات و یا کاروان حمله اسلحه ایران بودند. همچنین برای جلوگیری از هر گونه هدفگیری اشتباه در سوریه بین مسکو و تل‌آویو کانال ارتباطی نظامی برقرار است. یگانه ارسپاران، صدای آمریکا.